تو گفتی همیشه همراه ما فرشته ای هست. گفتی میتونیم گاهی حرکت بالاشو روی صورتمون احساس کنیم. گفتی حتی اینقدر نزدیکن که گرمای تن ما میتونه بالاشونو بسوزونه. وقتی بالای فرشته ای بسوزه اونم زمین گیر میشه. من پرسیدم کی میدونه بالای فرشتش کی میسوزه؟ یکم یواشتر. ببین من تحمل همه چی رو دارم، اما اینکه بهم شک کنی حالمو بد میکنه. داری تو هم میری؟ فکر کردم تو هم منو باور داری. خیال کردم تو هم منو دوست داری. دوستت دارم. تو رو خدا یواشتر. من خواب بدی دیدم. یه کابوس. هیچ وقت نمیتونم از این تقلای بیهوده رها بشم. من تنها هستم. ایستادم و به خودم که انگار خودم نیست نگاه میکنم. خوشحالم و به تو فکر میکنم. همه چیز خوب. لکه خون پیدا میشه. سامان؟
من اینجا چی کار میکنم؟ داشتیم میرفتیم مسافرت، من و سامان. خوبی؟ آره. از وقتی راه افتادیم هیچی نگفتی؟ نامزدی اینجا عروسی ترکیه. از اول قرارمون همین بود، اما چی به سر من اومده؟ من کی اینجا اومدم؟ چه کابوسی. یکی میخواد منو دیوونه کنه، باید یادم بیاد، باید یادم بیاد. آهو، آهو بیداری؟ بیدارم نگار جان، بیا تو. سلام. اوه، تا کی بیدار بودین؟ همه چمدون بستی، چه خوشگل شده. بقیه کجان؟ بقیه در کار نیست، اونایی که اومدنی هم رفتن بارو بندیلشون رو ببندن، اونایی هم که قهر تشریف دارن تکلیفشون معلومه. چرا تو قهر نکردی؟ اما میدونه اینجایی؟ به خاطر اینکه خربازی کردی و زن امیر ما نشدی حقش کلت رو بکنم، اما چه کنم که عاشقی. تو رو خود دوباره شروع نکن. چته؟ نکنه دوباره حالت بد شده؟ چیزی نیست، یکم سرم درد میکنه. راستی شادومادم تشریف آوردن. بابا کجاست؟ تو حیات. نترس، هر دوشونم آرومن، هم عمو هم آقای دکتر. تو نمیخوای یه چیزی به این بگی؟ تا کی میخواد اینطوری باشه؟ 2 ماه گذشته، باید یکم بهش فرصت داد. من هنوزم راضی نیستم آقای سجادی. بله. حالا چه عرض کنم، این آقازاده شما جناب سامان خان ولکن نیست. چی بگم؟ خیر انشالله، به سلامت، خداحافظ. پدر بی جهت نگرانم. چی بگه پیرمرد؟ کو گوش شنوا. ببینم ماشین رو براست، بهش رسیدی؟ بله، نگران نباشید. با ماشین یکی دو روز بیشتر راه نیست. شما که برسین استانبول یکی دو ساعت بعدش هم ما میرسیم. برف که بله، منتها زمستونه، جاده است، برف، یخ بندونه. من نمیدونم هواپیما چه مرگشه که آدم این همه راه رو گز کنه تو کوه کمر، اونم تو این سرما. بدبین نباشید، اینم خودش یه تفریحه، آهوام خوشش میاد. از من میپرسی؟ هنوز میگم از این تفرج بیموقع بگذرید. عرض کردم خدمتتون من کارم دارم، بعد کسی رو ببینم، یه امانتی براش دارم. آهو از ماشین میترسه، تازه الانش که خوبه، پارسال کشتیارش هم میشدم تا کرج همراه نمیومد. اما آهو راضیه، خودش قبول کرد. کاش میشد به نظرش اعتماد کرد. شما هنوز از چیزی ناراحتین؟ من دوستش دارم، به وظیفه پدریم عمل میکنم. آدم یه دختر داشته باشه، اونم بخواد بره ترکیه عروس بشه، حالا نمیشد پدر مادر و سامان بیان ایران، این هم دردسر درست نشه. کلاس داره زنم. شما پس کی میخواین حرکت کنی؟ قرار بود صبح زود. نمیدونم چرا اینقدر سامان داره دست دست میکنه. عمو گرفتش به حرف. چرا؟ تو چیزی شنیدی؟ دیوونه شدی یا؟ من چه میدونم؟ آخه حرفای بابا، نگاهش یه طوری دلواپس هم میکنه. چیه؟ نکنه پشیمون شدی؟ یه کمی دیره. من سامانو دوست دارم. مبارکت باشه، خیلی هم دلت بخواد. اون مرد کاملیه، دکتره، خارج تحصیل کرده، همه چی هم داره. فقط یکمی؟ فقط یکم چی؟ والا چه عرض کنم؟ نگار جون، بذار آقای پاکی رو بریزم رو دسته تا اگرم کسی چیزی ازت پرسید بهش بگی. تو هم اصلا نمیشه باید حرف زده.
سامان خارج زندگی کرده، از من بزرگتره، به قولی خیلی هم بازار دیده است. بس کن، شوخی کردم. اینکه بخوام بقیه هم به انتخاب من احترام بذارن خواسته زیادیه. طرف حساب تو من نیستم، این تو، اینم عمو. برو این حرفا رو به خودش بزن. این چه شوخیه؟ من چرا اینجام؟ بس تو کجایی؟ چرا تنها هم گذاشتی؟ سلام. سلام. خوش آمدین آقا سامان. ممنون. بیرون سردتون شده؟ نه خیلی هم سرد نیست. آبو جان یه چای گرم برای آقا سامان بریز. الان میام خدمتتون. ممنون. چرا نمیای تو؟ من تو رو خوب میشناسم یه چیزی ده. تو چی میدونی که من نمیدونم؟ هرچی تو دویه به کم چه میمازه. یکم حوصله کن. این چه حرفیه میزنی؟ آهو عاقله، ماشاءالله دختر زرنگ و باهوشیه. تو فکر میکنی اگه بدون زندگیش مشکل داره ساکت میشینه؟ حرف حرف خودشه. دهاله نیست پروین، من بعد دخترمو نمیخوام که. چه جوری بهت بگم؟ من دلم با این آقا سامان صاف نیست. حالا هی بگو. کیه؟ خودشه. امیره. در باز کردی برا برادرت؟ سلام عمو. سلام. بیا جا. مبارک باشه. ممنونم. بیا ببینم چیکار کردی. بیا بریم بالا لباس عروسمو بپوشم ببین. بریم. صبر کن ببینم. آقای دکتر سجادی. یه لحظه تشریف بیارید پایین. آهو، تو هم بیا. یه مطلبی شنیدم آقای دکتر. دوست دارم خودت دربارش توضیح بدی. از کی؟ امیر زحمتشو کشیده. البته الان مهم نیست که کی گفته. چی شده بابا؟ خیال میکردم ما با هم رو راستیم آقای دکتر سجادی. باید همینطور باشه. دنیس دیگه. امیر تو چی شنیدی؟ حالا که شدی کار آقا کاستر حرف بزن دیگه. انگار آقا سامان قابل ندونستن همه چیزو به ما بگن. درباره چی؟ درباره خانم شیدا سخاوت، نامزد قبلی آقا سامان، زمانی که آلمان تشریف داشتن. این موضوع کوچیکی نیست که نشه گفت جناب آقای دکتر سجادی. نمیگی چرا عروسی سر نگرفت؟ مهمتر اینکه این خانم الان کجاست؟ سامان همه چی به من گفته بود قبل از خواستگاری. یعنی چی؟ بذار خودش بگه. من ازش خواهش کردم چیزی نگه، چیز مهمی نبود، نمیخواستم بقیه خبردار بشن. راست میگه آهو جان. بله، مگه تو شهر کل نبوده؟ پدر مادرش هم الان اینجا زندگی میکنن. گمانم آقای کاراگاه از همونا تحقیقات به عمل آورده. نه پسرمو؟ من همه چیو میدونم. یعنی سامان بهم گفته بود. اینکه خودکشی کرده چی؟ چرا خودکشی کرده؟ اینم میدونی؟ گفتم همه چی. خبر تازه تری هم هست؟ نمیخواستم تسلیم بشم. ما هم دیگر رو انتخاب کرده بودیم. حرف هیچ کس رو قبول نداشتم. همه چی برای خون گذاشتم. ریلکس چای، میوه، کتلت، چند تام ساندویچ درست کردم. زحمت افتادیم. یه چیزی تو راه میخوردیم. درست تو راه این مادر. به دل نگیر آقا سامان. آهو رو خیلی دوست داره.
من راجع به اومدن همه چیزی نمیدونستم. باور کن. خیلی خوب اپ نداری. تو نرو. زمستونه. بله حتما. شب رو کجا میمونی؟ یه مهمونخونه تو راه است. مطمئنه. مواظبش باش. راستش. هیچی. برو به سلامت. زیاد طولش نمیدم. اگه خسته میشی بریم بالا. نه میخوام برای چند تا از دوستام اسمس بزنم. اینطوری شاید تو هم مجبورشی زودتر بیای. ممنونم. اینطوری مطمئنن حالت بهتر میشه. بعد از مرگ خواهرم انگار دارم خودم رو تنبیه میکنم. میخواستم همه ببینن که واقعا متاسفم. من دوستش داشتم. کاش میشد یه طوری جبران کرد. مرگ خواهر تقصیر هیچ کس نبوده. تو پزشکی، اینو خودت بهتر میدونی سامان. یه خواهش آخر دیگه، از مرگ و مردن حرف نزنیم. ما داریم یه زندگی رو شروع میکنیم. الان میام. ممنونم برای اینکه نذاشتی با دلخوری از پدرم خداحافظی کنی. حالا که بازار تشکر گرمه، منم بابت همه همراهیات ممنونم. تا حالا اونطوری ندیده بودمت. انگار داشتی دوباره ازم خواستگاری میکردی. یهو ترسیدم، خیال کردم همه میخوان تو رو ازم بگیرن، برای همین اونطوری پرسیدم. از وقتی که قراره باد بیاد مسافرت اینجوری شده. بعد از اون تصادف هنوز حالش خوب نشده. اون از ماشین میترسه. کسی مجبورش نکرده. صلوات بفرست مرد، شکون نداره به خدا. از همه معذرت میخوام، اما فکر میکنم آقای دلشاد منظور دیگه ای دارن. چه عجب، بالاخره یکی فهمید. احمد آقا تو ساکت باش. آقای دلشاد، از اینکه نتونستم اعتماد و محبتتون رو جلب کنم واقعا متاسفم. من دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم. من همه تلاشمو کردم که مشکلی پیش نیاد. مثلا چه مشکلی؟ من آهو رو دوست دارم، اونم همینطور. من پدرشم. در حال حاضر هیچ کس بهتر از من اونو نمیشناسه. من نمیدونم چی براش خوبه چی براش بده. من اجازه نمیدم که. چه چی آقای؟ لا اله الا الله. بس کنید. هر تو شما بگید. اگه آهو از سفر با من واهمه داره یا به هر دلیلی از تصمیمش منصرف شده، اشکالی نداره. همراه شما بیاد. اما میخوام از خودش بشنوم. چی رو؟ انتخابشو. انقدر دوستش دارم که به کاری مجبورش نکنم. آهو خودت بگو. هنوز همراه هستی؟ با هم میای؟ باهات میام. یه لحظه فکر کردم اصلا نمیشناسمت. اون آرامش همیشگی تو نداشتی. انگار یه طوری شده بودی. ترسناک. جذاب. برای همین همراهت اومدم. خوب یه سفر همینه، همسفرتو بهتر میشناسی. البته گاهی ندونستن بهتر از دونستنه. آدم کمتر از آب میکشه. من و شیدا اشتباهی سر راه هم قرار گرفته بودیم. اگه نمیخوای نگو، دیگه برام مهم نیست. همه چی کمتر از 3 ماه تمام شد. اون نظرش نسبت به زندگی با من فرق میکرد. بی صدا تمامش کردیم. بعدها شنیدم ازدواج کردن. شوهرش اذیتش میکرد.
این اواخرم انگار دچار افسردگی شده بود، بعدش هم که خودکشی کرد، همش همین بود. این دیگه چیه؟ نکنه مال منه صداشو در نمیاری؟ نه، مال کسی دیگه است. مواظب باش نیفته. ای حالا مثلا بیفته چی میشه؟ آهو جدی باش. برای رسوندن این داریم میریم. پس چرا نمیای؟ خیلی وقته که بالایی. گفتم که حوصلت سر میره. دو دقیقه دیگه پایینم. ای تنبل، زود باش. الان میام. هیچ لحظه بعدش خبر ندارم. خیلی وحشتناکه. چی؟ این که یه دفعه مردن. شاید، ولی به نظرم بستگی به این داره که چطور زندگی کردی. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار من بمیرم ترجیح میدم قبلش حتما یه سر به سبد خوراکی سفارشی مادرت بزن. چی شد یهو؟ وای، ترسیدم. برای چایی آوردم. ببخشید، نمیدونستم اینجوری میترسی. تو رو خدا دیگه اینطوری باش، سر من ظاهر نشو. چشم. اگه دیگه چیزی نمیخوری بهتره بریم. میترسم تو راه برف بگیره. الو. سلام آقا جان. سلام مامان. حالا چطوره مادر؟ انگار صدات گرفته. چیزی شده؟ نه خوبم. پس چرا صدات میلرزه دخترم؟ همینطوری. از وقتی رفتی دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه. میدونی که من به غیر از تو کسی رو ندارم. راستی آقا جان، طبیعت چطوره؟ قشنگه. تو رو خدا مواظب خودت باش. حرفتون که نشده. نکنه بازم حرف و حدیث داشتین مادر؟ نه نه، دویدم که نفس نفس میزنم. چه میدونم مادر جون، حرفای باباته دیگه. شما خیالتون راحت باشه. دیگه سفارش نمی کنم.
به بابا هم بگی دیگه ناراحت نباشه. سعی کن بهت خوش بگذره. چش. مواظب به خودتون باش. پس اگر آنتن نداد شما دیگه نگران نشید. خداحافظ دختر. خداحافظ. حاضری بریم؟ بریم. ما بی تردید تابان انتخابای خودمونو میدیم. یه انتخاب غلط مثل یه پرتگاه، وقتی افتادی دیگه فقط میتونی دست و پا بزنی. تو میگه چطوری تصادف کردی؟ چرا میپرسی؟ این که میگن میترسی سوار ماشین بشی، زخم پیشونیت، رفتار خانوادت، این ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. چه اتفاقی افتاد؟ تو چی شنیدی؟ بیشتر از اینم نبود دیگه. هم دلم نمیخواد راجبش حرف بزنم. در ضمن چیزای دیگه ای هم برای نگرانی وجود داره. چرا خودت چیزی بهم نگفتی؟ چیزای دیگه ای هم هست که من نمیدونم. از اینکه ازم حمایت کردی ممنونم. به خاطر من دروغ گفتی. چی کار میتونستم بکنم؟ میذاشتم همه به چشمه دختر سادلو و احمق نگام کنن. آهو، من همه چی رو درباره گذشتم به تو گفتم. اینکه یه سال بعد از به هم خوردن نامزدیمون چه اتفاقی برای اون افتاده، نه به من مربوطه، نه به تو، نه به بقیه. سامان، بهت گفته بودم پدرم چقدر در مورد من حساسه. گفتم دلم نمیخواد کاری کنی که اون درباره تو. فقط برای من این مهمه که تو چی دربارم فکر میکنی، درباره زندگیمون. ولی من اصلا دوست ندارم حتی یه نفرم به برای من تصور دیگران مهم نیست. اگه تو باورم کنی. تو ندیدی نگار چشم در اومده چطور داشت نگام میکرد؟ نه، چون داشتم تو رو تماشا میکردم. پس قول بده از این به بعد چیزی از هم دیگه پنهان نکنیم. اگه چیزی برای پنهان کردن مونده باشه. اصلا نذاشتی یه چیز مهمی رو بهت بگم. چی؟ لباست خیلی قشنگ. مبارک. آماده شو را بیفتیم. به یه شرط. خواهش. یه کم به خودت برس. ببین، مرگ خواهرت تقصیر هیچ کس نبوده. تو هم با اذیت کردن خودت نمیتونی چیزی رو عوض کنی. نمیگم فراموشش کن. ولی بعضی چیزا رو نمیشه فراموش کرد. بعضی چیزا رو نباید فراموش کرد. پای منتظرت. رسیدیم. سلام محمد رضا. سلام آقای دکتر. مادرت اینا خونن؟ بله آقا. خب سوار شید. چه بامزه است. بیا. مگه دوستت نمیاد؟ نه، اون کار داره میره. خیلی خوب.
کردی؟ بفرمایین بالا. آقای دکتر. سلام آقای دکتر. خوش اومدید. حال شما خوبه؟ زحمت کشیدید. بفرمایید. ببخشید. برو بیا. بفرمایید. سرفرازمون کردی. بفرمایید خانم. سرگی جان ببینیم چه موقع هایی سلام وقتی بلا میشه بایی میسی خیلی خوب بفرم دست شما درد نکنه نوشه جان تو آقای دکتر بده من آره خیلی خوب خانم تا حالا بره دیدی؟ اینم از دارواش چی؟ یه بره کوچولو من دستورش روش کامل نوشتم بره منه یه بره کوچولو قشنگ میخوام بهتونشون بدم؟ بقیشم روش نوشتم همه رو بیان و شربت و اینجور چیزم بیان بهتونشون بدم بیان شنگه. خیلی خوشگله الو سلام سلام آبو جان چطوری؟ خوبم بابا مشکلی که نیست کجایی بابا؟ رسیدی به مرز؟ نه هنوز نرسیدیم من نگرانم آبو جان چطوری بگم؟ میدونی میخواستم زودتر زنگ بزنم ببینم مشکلی که پیش نیومده آبو جان نه چه مشکلی؟ هیچی بابا راستش شاید من همینجوری نگرانم دیگه نه مشکلی پیش نیومده فقط میخواستم بگم که چیه بابا؟ چی میخوای بگی؟ اتفاقی افتاد دخترم بهم بگو آهو جان الو میخواستم بگم که خیلی دوستتون دارم منم همینطور دوستت دارم اگه کاری داشتین تماس بگیرید. خدا از بزرگی کمتون نکنه. سلامت باشید. مواظب خودت باش پسر جون. بریم آقا جان. بریم. اینجوری که خیلی بد شد آقای دکتر. خانم جان تشریف داشتین یه شب بعد میگذروندید. نه باید بریم. داره شب میشه منتظرمونن. خیر پیش. چیزی شده؟ اینا فامیلات بودن؟ کیا؟ نه اون مریضم بود مثل اینکه هنوزم هست ویزیت خصوصی اونم اینجا منظورت چیه؟ این همه را کوبیدی اومدی واسه دیدن این خانم خوشگله؟ اون فقط مریض منه اون بسته چی؟ هدیه تولدش بود؟ میگفتی کادوش میکردم آهو چی داری میگی؟ بهار فقط مریض منه پس اسمشم بهاره چه قشنگ
دیدی که وضع مالی خوبی ندارم. من فقط داروها رو براش آوردم. داروهایی که وسعشون نمیرسه بخرن، همین. چیز دیگه هم باید بدونی؟ چرا؟ چی چرا؟ چرا از بین همه مریضات فقط بهار خانم احتیاج به مراقبت ویژه دارن؟ بهشون خرجی هم میدی نه؟ نگو نه که خودم دیدم. باورم نمیشه. تو راجع به من چی فکر میکنی؟ احساس میکنم اصلا نمیشناسمت سامان. یواش یواش دارم به همه چی شک میکنم. تو در مورد خودت همه چی رو به من نگفتی. سلیقه های تازه، رفتارهای تازه، علایق تازه. تو واقعا انگار حالت خوب نیست. من حالم خوبه. ولی دلم میخواد بدونم برای چی تو سفر عروسیت یه تفنگ گنده پشت ماشینت قایم کردی. نکنه میخوای بری شکار ها؟ برگردید، برگردید. چی شده؟ جلوتری یه تراکتور از جاده بیرون رفته، تریلیش هم برگشته وسط جاده. از ما چی میخوای؟ نمیتونید برید خانم، باید صبر کنید. برو سامان، به حرفش گوش نکن، برو. صبر کن، گفتم صبر کن. گفتم که از این را نمیتونید برید. چقدر طول میکشه راهو باز کنید؟ نمیدونم، شاید 2-3 ساعت. برید روستا، اونجا مطمئن تره. نه باید بریم. راه دیگه هست که به جاده اصلی بخوره؟ یکم جلوتر یه دورایی هست، راهش دورتره ولی میرسه به جاده اصلی. مراقب باش، بیراه نری. شنیدی؟ صاحب کومه جاده اصلی میرسیم، آنتن میده. خسته شدم. یه مهمون خونه خوب سر راهه. یه آشنای دیگه. مثل اینکه این طرف ها خیلی آشنا داری. اون دیگه کیه؟ تو چرا یه دفعه اینطوری شدی؟ فهمیدنش نباید خیلی سخت باشه. من چی باید بگم؟ درباره چی باید توضیح بدم؟ اون دختری که تو دیدی مریض منه. شاید بهار سال آینده‌رم نبینه. اون اسلحه‌ای هم که دیدی مال پدرمه، مجوز داره، میخواد هدیه کنه به دوستش. همین دیگه، چی باید بگم؟ یکم یواشتر. ببین من تحمل همه چی رو دارم، اما اینکه بهم شک کنی حالمو بد میکنه. داری تو میری. فکر کردم تو هم منو باور داری. خیال کردم تو هم منو دوست داری. دوست دارم. تو رو خدا یواشتر. اونجا رو مواظب باش، مواظب باش. سامان کجایی؟ من اینجام.
آها بیا بیا بام خدا رو شکر پاد نشکسته. تو چطوری؟ خوبم، فقط دستم دستم درد میکنه. شاید اینطوری بفهمن اینجاییم. بیا بیا بریم بالا، یه جا بمونیم یخ میزنیم. بیا بیا اینجا کجاست؟ ما گم شدیم، هیچ ماشینی رد نمیشه، اینجا بمب بسته، ما همینجا میمیریم. سامان لعنتی آنتن نمیده، باید راه بیفتیم. من نمیتونم بیام، پام درد میکنه. باید راه بیا یاهو، خواهش میکنم. آخه اینجا کجاست؟ ما برای چی اومدیم؟ راه بیا. من نمیتونم. کجا؟ بیا بیا ساما. بیا بیا، ماشین وایساده. بیا بیا. آی آقا، آی ماشین ما تو رو کوچه پایینی چپ کرده. آقا آقا میتونی ما رو یه جایی برسونی امشب اونجا بمونیم؟ برو برو سوار شو. سوار شو. Thank you.
خوش اومدید. بفرمایید. خیلی ممنون. اگر شما نبودین ما تو سرما هلاک می‌شدیم. من که کاری نکردم. مسافر زیاد میاد اینجا؟ بستگی داره که این مسیرشون به اینجا بیفته. ما شانس آوردیم که پدر شما رو تو جاده دیدیم. اون پدرم نیست. پدر من هنوز زنده است. لطفاً اسمتون رو به من بگید. باید تو دفتر ثبت کنم. سجادی. سامان سجادی. خانم آهو دلشاد. من شما رو میشناسم. منو یادتون نمیاد؟ ما قبلا هم دیگر رو یه بار دیدیم. گمانم اشتباه میکنید. کجا؟ شما صورتتون زخمی شده. میرم براتون آب گرم بیارم. نمیخواد. زحمت نکشین. زحمتی نیست. اونم برای شما. تا حالا ندیدمش. اولین باره که اینجا اومدم. چی شد؟ شیشه است. شیشه؟ اینجا تلفن ندارن؟ فکر نمی کنم. کاش میشد بریم. از اینجا خوشم نمیاد. باید تا فردا صبر کنیم. آهو میشه بیاید پیش من؟ شما نباید صورتتون خونی باشه. اصلا نباید درد بکشین. ممنون. خودم پاک میکنم. من میرم اتاقتون آماده کنم.
میشناسیش؟ نه. فقط به تو نگاه میکنه. تا حالا یک بارم منو نگاه نکرده، حتی وقتی باش حرف میزنم. دوباره شروع نکن آهو. چه عکس عجیبی. انگار همشون مشتری اینجا بودن. قیافه هاشون خیلی آشناست. این چقدر شبیه عموی منه. میگم قیافه هاشون برای منم آشناست. نه اصلا انگار خودشه، عموی منه. ولی اون اینجا بوده؟ شاید. تو نامزدیمون ندیدمش. فوت کرده خیلی سال پیش. میشه بپرسیم؟ اگه اومده باشه اینجا حتما اسمش تو اون دفتر بزرگه هست. نیست، اسمش نیست. بوی بهشت میده. اینجاست علی اکبر دلشاد. اون اینجا بوده. دنبال چی میگردی؟ سوزن، یه چیزی رفته کف دستم میسوزه. اینجا رو نباید کش مردم باز کنی. چی میگی سامان؟ آخه اینا مال کیان؟ این همه وسایل شخصی مردم اینجا چیکار میکنه؟ من چه میدونم مال کیان؟ خب شاید جا گذاشتم. تو دنبال چی هستی؟ ها؟ اینجا یه طوریه. تو این مهمانخونه یه خبراییه. آهو تو چت شده؟ من باید سر در بیارم. از چی سر در بیاری؟ کجا داری میری؟ اینا رو چی میگی؟ اینا مال کیان؟ میام نکنه. نکنه چی؟ نکنه که در رو ببند. هیچ به رفتار اون زن توجه کردی؟ اون راننده کرولال چی؟ چیشون عجیبه؟ همه چیشون، رفتارشون، قیافشون، مهمون خونهشون. من میترسم سامان. من بهت حق میدم. اون تصادف وحشتناک، سرما، درد.
تو قبلا اینجا نیومدی؟ مطمئنی که اون زن رو نمیشناسی؟ باور کن من اون رو نمیشناسم. پس اون مهمون خونه‌ای که میگفتی کجاست؟ ما اصلا راهو اشتباه اومدیم. اگر ازت بپرسم که اصلا چرا اومدی عصبانی نمیشی؟ اتاقتون آماده است. بفرمایید. اتاق 105 برای شما. اتاق 107 برای شما. چرا دو تا اتاق؟ اتاق دو نفره ندارین؟ مدارک لازم همراهتونه؟ ما زن و شوهریم، مدارک تو ماشین مونده. متاسفم امکان نداره. اما ما... اشکالی نداره عزیزم، من خسته نیستم، بیدارم. اگه کاری داشتی صدام کن. حداقل این اتاق رو به من بدین تا کنار هم باشیم. این اتاق مناسب شما نیست. کسی اینجاست؟ اتفاقی افتاده؟ گفتم کسی اینجاست؟ تو جاده خبری نیست؟ باید بری دنبال نفر بعدی. کم کم پیداش میشه. Thank you.
چیت شده آهو؟ چیه؟ از اینجا بریم زمان، تو رو خدا خواهش میکنم. چیزی شده؟ فکر کنم کابوس دیده. کابوس چیه؟ اینجا همش خون بود، به خدا دروغ نمیگم زمان. اگه چیزی احتیاج داشتید به من بگید. من اینجا. بیا از اینجا بریم سامان. فردا صبح میریم. فقط چند ساعت دیگه. بیرون از اینجا میمیریم. اینجا یه جوریه سامان. در و دیوارش انگار نفرین شده است. استراحت کن. سعی کن بخوابی. همه چی درست میشه. بخواب. بخواب. چیزی احتیاج داشته این؟ خانمم سرش درد میکنه. مسکنی چیزی دارین که اگه دوباره بیدار شد بهش بدم؟ براتون میارم اما گمون نمیکنم به دردش بخوره. بشینید. ممنونم. انگار خیلی خسته شده. شما آدم مهربونی هستین. خب اون همسرمه. چقدر میشناسیش؟ اموقدر که لازمه. اون خیلی دوست داشتنیه. مهربونه. فراموشکاره. متوجه نمیشم. فکر نمی کنم تا به حال آزارتون به کسی رسیده باشه. امیدوارم اینطور باشه. درباره پدرتون پرسیدیم گفتین هنوز زنده است.
منظورتون چی بود؟ اون با دختر و همسرم تهران زندگی میکنه. دلم براشون خیلی تنگ شده. خب چرا نمیریم پیششون؟ من نمیتونم برم اونجا. اونا باید بیان اینجا. چرا؟ مگه شما میتونیم بریم پیش خانوادتون؟ با این برف و کولاک نه. سامان؟ بچه‌ست. چی؟ اینجا که چیزی نیست آهو جان. نه اینجا، نه تو حموم، نه تو اتاق. این صداها چیه؟ چه بازی داری با من می‌کنی ها؟ کدوم صدا؟ اتاق بغلی، یکی اونجاست. هیچ کس اونجا نیست. هست. خودم صداشو شنیدم. نشونم بده. آخرین بار یه زن با دخترش اینجا بودن. اونم برای یه شب. چند سال پیش. دخترش چند ساله بود؟ 5-6 سال. اگه بخوای میتونی تو اتاق من بخوابی. دروغ نگو سامان. تو اینجا رو خوب میشناسی. این زن رو میشناسی. من برای اولین باره که میبینمش. برای چی اینقدر دلت لطف میکنه؟ خودم دیدم که از اتاقت اومد بیرون. اصلا اینطور نیست. اون برای من جوشونده آورده بود. من گلوم درد می‌کرد. چرا برای من نیورد؟ از اولش هم میدونستی که از اینجا سر در بیاریم. این همون مهمون خونه‌ای که میگفتی نه؟ لازم نیست داد بزنی آهو. شما میخوای من آزار بدین. تو با اون زنه هر دوتون. بچه نشو آهو. تو زن منی. نقشه کشتی منو بیاری اینجا. آوردیم اینجا تا دیوونم کنی. چرا مثل بقیه با هواپیما نیومدیم؟ اینا نقشه نیست. داری مثل بابات حرف میزنی. ای کاش به حرفش گوش میکردم. اون حق داشت. من تو رو نمیشناسم.
حالا بهتر میفهمم چرا نامزد قبلیت خودکشی کرد. بس کن آخو، تو خیلی خامی. من فردا صبح برمیگردم تهران. تنهایی. چیو فراموش کنی؟ سامان آشناها دور هم جمعن. تو کی بیدار شدی؟ من خواب نبودم. اون افریته میخواست منو بکشه. چی؟ همون که کنارت نشسته. آروم باش آهو، بیا تو همه چی رو برات بگم. اون داشت خفه میکرد سامان. ما الان نیم ساعت اینجا هستیم، تازه میخواستم برات قرص بیارم. من هیچی از اون نمیخوام، فقط میخوام بدونم چی از جونم میخواد با اون صورت کریهش. اون وسایل چیه تو اون کشوهان؟ اون کفشا، اون لباسا؟ آدم ها رو میکشونین اینجا، اول دیوونشون میکنین بعدم میکشینشون. اون آدم ها دیگه به اون وسایل احتیاجی ندارن، برای همین اینجا جاشون میذارن. بهشون احتیاجی ندارن چون شما کلکشون رو میکنین. تو با اون هم دستت. آروم باش آهو. چرا ازش نمیپرسی بر چی صورتشو پوشونده؟ بهش بگو شالشو برداره تا بفهمی من دروغ نمیگم. ببینی که چه صورت زشتی داره. بردار شال تو، برش دار.
شما میخوای منو دیوونه کنین همتون. آروم باش. نه یا جلو سامان. آروم باش آهو. بهت میگم نه یا جلو. میگم آروم باش. میخواستم منو بکشن اونا تو مهمون خونه و بالا. چرا کسی به حرفم گوش نمیده؟ چرا منو نگاه نمی کنی؟ میخواستم منو بکشن. این ماشین ماست ما تصادف کردیم. ببین برو این ببرشون بردیده صاف بذار. سلام مسکوبید اون طرف هم اون اخترن یه مزگوش داری اجنه سرکار هر دوشون مردن. چی؟ مردن؟ در ماشین رو بکنید افتری یه بیا در رو بکن بلان کارت بیا آقایی یادت اومد منو کجا دیدی؟ نه بیشتر فکر کن. تو با ماشینت زدی به من؟ من ندیدمت. به خدا تقصیر من نبود. هوا تاریک بود. بارون می اومد. یه دفعه وسط خیابون من ترمز گرفتم ولی دیر شده بود.
ترسیده بودم، فکر کردم تو مردی. من هنوز زنده بودم، جون داشتم، ازم خون میرفت، بچه منتظرم بود، میتونستی نجاتم بدی. تنم هنوز گرم بود، نمیدونستم باید چی کار کنم. تو حتی منو فراموش کردی، تو همه این سالا خودتو فراموش کردی، گناه تو. منو ببخش، تو رو خدا، من ترسیده بودم. باید یه کاری میکردی، نباید اینطوری فراموشش میکردی. چی به سر ما اومده؟ من باید برم. خوشحالم. منو تنها نذار سامان، من میترسم. تو باید خوشحال باشی، یه فرصت دیگه بهت داده شده. برای چی؟ برای اینکه بتونی جبران کنی. این فرصت ها کمن، باید ازش استفاده کرد. یعنی چی؟ این یکی زنده است، هنوز زنده است، زنده است. سیانازه، اکسیژن بیار. خداحافظ آهو، تو برزخ تو دیو میتونی بهترش کنی. دوست دارم. برای چی تنها موندم؟ کاش باور کنی که برای جبران کردن حتی گاهی یه لحظه هم خیلی دیره. گفتی وقتی فرشته بالاش بسوزه زمین گیر میشه. من پرسیدم کی میدونه بالای فرشتش کی میسوزه؟ کاش نگاهتو از من نمیگرفتی، تا بهت میگفتم که صدای بالای فرشتم دوباره با نفسهای تو شنیدم.